بان ارسال بلند در محوطه جریمه، فرصت برای پرسپولیس و توی دروازه اونجا دروازه رو باز میکنه بازیکن جوان پرسپولیس محمد عباس زاده. ببینیم با هم در صحنه سه سانت محسن مسلمان و روی اشتباه و قفلت مدافعین حال ببینیم که جلو میان. 10 دقیقه زمان بازی گذشته، تو برامت روی دروازه چه زر میگه سر و توی دروازه یه گل خوب عباس داده میزنه. بزنیم کله ملقاشو میزنه یا نه میزنه، همه رو میزنه که با بزنه میخواد کله ملق بزنه. حالا اوه اوه حرکاتش هم انجام داد، نمیذاشتن حرکاتش انجام داد. دومین گل پیاپیشو میزنه محمد عباس داده. یک بار سفتیم پرسپولیس جلو میفته. آیا پرسپولیس به لیگ بر میگرده؟ بعد وایسیم تا دقیقه 90 مسابقه. یکیش به نفع پرسپولیس. با هم نگاه میکنه، خوب ضربه سر میزنه، کلا آمادگی بدنی خوبی داره. اینجا توپ در گوشه دروازه قرار داشته، ما از فندیک بود که اینجا میپره توپو نمیزنه و محمد عباس زاده حساب کار رو یک بر صفر میکنه. ببینیم واکنش سپاهان چگونه. خب خوب زد ضربه شو. او هم توپ رو لو داد پر صادقی هم توپ بای عالی از پرسپولیس های ازد حمله میتونه شکل بگیره یا خیر پاسش رو میده خلفه دو در مقابل یک عالی عباس زاده و گل و گل گل برای چه پرسپولیس توی ضد حمله سرعتی توسط یاران پرسپولیس. عباس زاده این پشتک هم میزنه تکمیل میکنه کار خودش رو. چقدر راحت توپ رو از دست دادن یاران داماش تو یه لحظه و بازیکنانی که تکنیک و سرعت خوبی دارن میدونن چجوری باید توی ضد حمله از این فرصت ها استفاده کنن. خوشحال نگاه کنید یه ذر پاسشو داد خلعت برید مشکوک به آفساید هم بود توسط محمد مختاری، اعتراض هم میکرد که در آفساید قرار. این حرکت عالی فرمان صادقیان بود، این پاس عالی خلعت‌بری مهاجم خوبی این عباس زاده. فرصت برای پرسپولیس یه ضربه زمینی و توی دروازه توی دروازه. خیلی زود جبران میکنه پرسپولیس. عباس زاده هست که دروازه راه آهن را باز میکنه. یک یک مساوی. 6-7 دقیقه قبل هست بازی مساوی. تصویر سر ملاحظه کردی ضربه‌ای که به این شکل عباس زاده میزنه و تو بعد از برخورد با زمین به درون دروازه میره. حامد فلاح‌زاده نیلسون عنایتی هم به خط دفاع داره کمک میکنه. خلعت‌بری برای پیام صادقیان حرکت میکنه، یه ضربه کم جون و گل. گل برای تیم پرسپولیس زده میشه توسط عباس زاده هم زده میشه. یک بر صفر در 12 دقیقه جلو میفته. اوه چند تا هم میزنه آفتاب مهتاب محمد عباس زاده. با هم نگاه میکنم این ضربه که زده میشه تو آروم آروم حرکت کرد. یه باری اگر دوستان محبت کنن قبل از اینکه ضربه رو پیام صادقیان بزن خسروی و اعلام پنالتی، اعلام ضربه پنالتی به دست خسروی برخورد کرد. آقای یدالله جهانبازی نقطه پنالتی رو نشونه. یه لحظه به نظر اومد که با دست استوب کرد کلن جهانبازی، هرچند که بازیکنان استقلال خوزستان دوره می کنن آقای جهانبازی رو، اعتقادی به این مسئله ندارن. حسین کرد و در واقع الان میشه به استقلال تهران از گردونه در واقع قهرمانی خارج میشه. پرسپولیس میاد جلو اگر این نتیجه و این پنالتی به گل تبدیل میشه. ببینیم به چه شکل خواهد زد. خب ضربه پنالتی زده خواهد شد. ببینیم به چه شکل ضربه زده میشه و توی دروازه. توی دروازه اولین گل مسابقه توسط محمد عباس زاده. توی ضربه پنالتی محمد عباس زاده دستش رو خود تربیده که محمد عباس زاده اولین گل پرسپولیس رو وارد دروازه استقلال خوزستان میکنه. پرسپولیس 1 استقلال خوزستان 0. ببینید در تصویر هسته
ضربه عباس زاده در شرایط دست او هم خون. پرویز کریمی به سمت توپ شیرجه زد اما ضربهش دقیق بود. عباس زاده حقیقی صاحب توپ واگذار میکنه برای تارمی. تارمی نمیتونه پاسکاری بکنه و در نهایت باز هم کالیبالی مهدوی و مدافع میانی تیم استقلال خوزستان یه لحظه فرصت باز هم موقعیت برای پرسپولیس هست. تو برمیگرده حالا به سمت دروازه ضربه برای تیم. ببینیم آی تو توی دروازه گل برای پرسپولیس در این لحظه با ضربه غافلگیر کننده ای که به ثمر میرسه و حالا میبینید که محمد عباس زاده به گل مساوی میرسونه تیمش. یک یک مساوی. همونطور که با غافلگیری گل خوردن، با غافلگیر کردن تیم حریف به گل مساوی هم رسیدن. محمد عباس زاده رو میبینید و صحنه ای که این تیم به گل مساوی رسید. پاس کنار خیلی خوبی داد و ضربه بغل پایی که اونجا نگاه کنید باز هم آلیشا خوب حرکت کرد. تارمی اینجا این پاس بغل پای خیلی خوبی داد و یه بغل پای دیگه که از عباس زاده به درون دروازه تیم استقلال خوزستان پیچید تا سومبیلا دیاکیت دروازش باز بشه. 20 ثانیه تا پایان نیمه اول فرصت داریم. حساب کار هنوز 1-1 مساویه برای دو تیم. پرسپولیس تو این دقایق داره بهتر کار میکنه. با این تو ببینیم چه میکنن. یه موقعیت در محوطه جریمه. تصمیم داور چیه؟ پنالتی. نقطه پنالتی رو اعلام میکنه داور مسابقه. ببینیم حالا با این ضربه پنالتی پرسپولیسی ها چه خواهند کرد. سابقه خراب کردن پنالتی رو تقریبا میشه گفت همه اونایی که الان تو زمین هستن رو داشتن. ببینیم آیا محمد نوری که این پنالتی رو گرفت اصلا خودش پشت تو وامیسته بزنه یا خیر. نه نوری که اومد کنار. نوری نیست. حقیقی و عباس زاده داوطلب ها هستن. به نظر می رسه عباس زاده خواهد زد. اگه بزنه دو گله خواهد شد. جالبه که خیمه طولانی هم روی توپ زده، نیمخیز نشسته اونجا و حالا میکاروا خواهد زد. این فاصله از خط دروازه 11 متر در فوتبال و چهره سومبیلا دیاکیت دروازه‌بان اهل مالی و این هم محمد عباس زاده بازیکن تیم پرسپولیس. همه سکوت منتظر. حالا ضربه و فیل. پرسپولیس بازنده به رختکن نخواهد رفت. دو گل از یک بازیکن برای پرسپولیس. نیمکت ذخیره های استقلال خوزستان که حالا اونها تیم ناراحت میدان هستن و کریمی که تو این صحنه زیاد هم خوشحال نشان نمیده. نگاه کنید یه مکس کوتاهی هم کرد و ضربه رو برخلاف جهت حرکت دروازه‌بان به گل تبدیل میکنه. همون مکسش باعث شد تا دروازه‌بان فریب خورد. نوروزی سانتشو انجام میده. یه ضربه سر فرصت برای پرسپولیس توی دروازه. غفلت از محمد عباس زاده باعث میشه که این مهاجم دروازه رو باز بکنه در 15 دقیقه بازی. پرسپولیس 1 کارگر بونگز 0. تا دقیقه 15 خوب مقاومت کردن اما دیگه نتونستن دووم بیارن روی یک ارسال و حالا شادی بعد از گل او با میثم حسینی که حتما خودشون میدونن چه طرح و برنامه ای رو داشتن تو این نقطه خوشحالی کرد. کار قشنگ در میانه میدان از حقیقی
پاسش هم خوبه برای نوروزی، فرار نوروزی، سر توپ نوروزی، پاس او به تارومی، حالا این پاس عرضی عباس داده توی دروازه، توی دروازه، گل برای پرسپولیس، کار تیمی عالی است یاران پرسپولیس و گل اول با ضربه عباس داده به ثمر میرسه. اینم پشتک باروی زیبای عباس داده که شما نمیبینید، هنوز داره پشتک بارو میزنه. یه در آموش همه درخشان قرار میگیره، کار تیمی فوق‌العاده بود از پرسپولیسی ها. اینم هوادارهای پرسپولیس که وجد میان، این پاسی که تارومی میده، عباس داده کنترل بلا فاصله پای چپ و به قعر دروازه راهن توپ رو میکوبه. ننزیچ هم به این توپ نمیرسه و اینم جشن گل زیبای عباس داده که میتونه بازم جای ویژه روی کیوسک مطبوعات. با دقت همه چیز رو زیر نظر گرفته، داورم دستور میده که بازیکن ها پشت قوس بایستند. حالا عباس زاده دورخیز میکنه، ضربه رو میزنه و توی دروازه، گل برای تیم پرسپولیس. دو تا بازیکن هم میرن رو برمیاد تا سریع بیارن وسط زمین و بکنن بازی رو شروع کنن. 77 دقیقه مسابقه، پرسپولیس به بازی برمیگرده، 1-1 مساوی. اعتراض آقای مرزبان هم که به حال مثل همیشه مربی ها به داورا اعتراض میکنن. این هم صحنه ای که کاملا مشخص بود، چه خوب فریب داد تارمی. عباس زاده منتظر توپ هست، زاهدی هم از این سمت اضافه میشه، یه موقعیت ارسال به دروازه، عباس زاده توی دروازه، توی دروازه، گل مساوی رو چقدر قشنگ میزنه. دو دقیقه بعد از ورودش میدان این توپ رو وارد دروازه میکنه و بازی رو یک چک میکنه. یه حمله جانانه از سوی بازیکنان پرسپولیس، حرکت تارمی، پاس گل او، جاموندن پادوانی و ضربه مهلک عباس زاده که توپ رو در درون دروازه تیم نفت قرار میده. نای میدان قانون مثل رضایی ضربه سر بنگر میزنه، پیام صادقی ها دیبی دو طرف مقابل، دوباره آمانتاج خیلی خوبی میده، چه ضربه دیدنی، تو به تیر دروازه خود شد، خوب زد ضربه رو عباس زاده. آمانتاج عالی احمد استاده هم کمک کرد که این صحنه قشنگ رو ببینی. با هم نگاه میکنی اینجا خطا شده بود، یه ضربه آفلگیر.